به اینا رو تبدیلش کنی، میتونی از خود اینا استفاده کنی برای خرید خدمت. جلسه بعد اینا رو میبینیم. خب یه بحثی داشتیم رو وال. ببینید این wallmap.io chart، یعنی این گزینه رو که بزنی شما نقشه وال ها رو میبینید. من مثلا میارم اینو ماکزیمایزش میکنم. ببینید این جاهایی که هیچ خبری از والمال نبوده دیگه، این جاهایی که یه دفعه زیاد شده یه دفعه رشد کرده. ببین من اونجایی که دارم صحبت میکنم میگم رو 20,000، چرا یه سری فکر میکردن میریزه بازار ولی نریخت و امروز که داریم با هم صحبت میکنیم 40,000 تاست و یه ATH 41,999,000 دلاری رو زده. اونا این تیکه ها رو نمیدونن. اون تحلیلگر فقط صرفا داره با تحلیل تکنیکال میره جلو. ببینید چشمی که نگاه کنید میزان وال هایی که تو این نقطه وجود داره، من آوردم اینو حد اکثر گذاشتم، بسیار زیاد شده. وال با اون حجمی که میخره برای سود 10%, 20%, 30%, 40%, 100% نمیاد. اینا عددهای خیلی خیلی بزرگتری رو میبینن. حتی مثلا این هودلر میبینید، هولدرها، ولی با اون تعریفی که کردیم اونجا با هم صحبت کردیم، گفتیم که به صورت چیز هست مخففه، اینم میاد مثلا این گزارش رو میده. یا ببینید مثلا میگه نرخ آدم هایی که اومدن، اینو من دیلیش بکنم، نگه داشتن بیت کوینشون چجوری داره رشد میکنه، رو چه قیمتایی، و طرف روی این قیمتای بالا هم خرید کرده. مثلا اینجا چقدر قیمتش؟ بیت کوین پرایسش این هولدرایی که اینجا 3349 دلار خریدن و بهتون کلی اطلاعات مختلف میده که بتونید بر اساسش تصمیم گیری کنید که آیا من میام تو این بازار نمیام. اگر میام مثلا این وال هایی که داره توی این حوزه خرید میکنن چه نقطه‌ای ورود کردن، چه نقطه‌ای خارج شدن از بازار، و بهتون کمک میکنه که بدونید تو این نقطه مثلا ارزش داره من وارد بشم، اگر وارد شم چه ریسکایی رو مترتب این داستانه. البته اینو من یه ذره زومش بکنم، ببینید تو حدود 20,000 بوده، نگاه کنید اینجا یه مقدار خلوتتره، یعنی خیلی وال درگیرش نشده. بعد که یه مقدار این حجم این بابلای که نشون میده آبیا، مثلا والی که اومده و حجمی که خریده است، اینجا آبیاش کوچولوتره، ولی از 24,000 خورده 25 که رد شده دوباره اینا بزرگ شده. ببینید به هر حال بازار همیشه ریسک داره دیگه، یه سری ریسک میکنن و از این استفاده میکنن، و به همین خاطره که میگم تک متغیره نمیتونید تحلیل کنید، خیلی فاکتورهای مهم دیگه هم هست. این هم از اون داستان وال. خب ما بریم سراغ یه سایتی به نام کوین مارکت کپ که این اصلا دیگه بایبل شماست دیگه، این لینکش هم بذارم اینجا. سایت کوین مارکت کپ یه سایت فوق‌العاده است، فوق‌العاده. مرجع این همون بیل کلنگ است دیگه، طرف چند این سال پیش را انداخته، اومده قیمت بیت کوین رو میگه حدوداً چقدر. یک روشی داره برای محاسبه قیمت بیت کوین که کلی یه تیم دانشمندان ریاضی داره که گذشته از این دارن استفاده میکنن، روش در میارن، چون این بازاره هی مرتب داره به هر حال تغییرات توش ایجاد میشه. بعد خدمتون عرض شود که چیزایی که جدیدی که هم به بازار اضافه میشه، مثلا دیفای، دیسنترالایز فایننس، یا مثلا ییلد فارمینگا که به شما سود هم میده، اونجا به هر حال جذابیت خاصی داره، اینجا داره اطلاعاتش رو به ما میده. ما اومدیم روی سایت کوین مارکت کپ زدیم وارد این زمینه. اینو بهتون بگم این سایت اینقدر کارش درسته که بایننس هم اومده سهم ازش خریده، پس و اصلا اپلیکیشنش هم بعد اون موبایلتون نصب کنید، قسمت اپلیکیشن این امروز امشب بهتون میگم. ببینید الان اینجا که لیست بشه روی کوین مارکت کپ میام،
یه لیستی وجود داره، میگه بیت کوین اول این بر اساس چی آورده گذاشته، بر اساس مارکت کپ. مارکت کپش چقدر؟ 753 میلیارد دلار. مارکت کپ اتر چیه؟ 139. تتر همون یو اس دی تیه چقدر؟ 23. ایکس آر پی 14. ببین اصل داستان اینجا. حالا بیاریم بالاتر اینجا رو نگاه کنیم، میگه 8200، اینجا رو میبینی بالا 8218 تا کریپتوکارنسی وجود داره در 34000 تا مارکت، یعنی همین اکسچنج ها. کل مارکت کپ بازار 1 تریلیون و 700 تو 24 ساعت گذشته 141 میلیارد دلار معامله انجام شده و دامیننس BTC 69.7% سهم بیت کوین از کل بازار. یه چیزی توی بازار وجود داره به نام فصل بیت کوین و فصل آلت کوین، بیت کوین سیزن، آلت کوین سیزن. وقتی که این عدد دامیننس بیت کوین میاد پایین، فصل آلت کوین ها شروع میشه، یعنی طرف گینش رو بیت کوین گرفته، حالا میاد میپره روی اتر، میاد میپره روی خدمتتون عرض شود لایت کوین، کاردانو، بیت کش، پولکادات، چین لینک. ببین اینا همینطور که اسکرولش کنیم اسما رو اول یه بار ببینیم دیگه، بایننس کوین، بیت کوین اس وی، یو اس دی کوین، اینم یه دونه استیبل کوین، ببینید یه دلاریه، ای او اس، مونرو. مثلا یادم این مونرو چند سال پیش جزء کوین 10 تای اول بود، الان رسیده 16. یکی از نکاتی که وجود داره این به هیچ عنوان قابل ردیابی نیست، یعنی اصلا مثلا اتر دیدین کیف پوله رو دیدین، این اونم نداره. یادم ماریو کری یه آلبومش رو با مونرو فروخت، گفت معادلش مونرو بدین من مثلا چیز میکنم، حالا رو اون سایتش این کار انجام میشه. ترون همینطور اسکرول کنیم بیایم پایین تر دیگه ببینید، تزوس، یونی سواب، نئو، همینطور اسکرول آیوتا. آیوتا خیلی اومده پایین، تو 33 دیگه خیلی ارزشش کم شده. داش، اتر کلاسیک. ببین اتریوم یه جایی به یه مشکل فنی میخوره و فورک باید انجام بدن، با هم امروز تو چند دقیقه باقی با هم میبینیم، و اون قدیمیه رو اسمشو میذارن اتر کلاسیک، جدیدیه رو میشه این اتریوم کلاسیک، جدیدی میشه اتریوم. اون ETH، این ETCه. حواستون باشه تو خرید و خیلی دقت کنید، این نمادا رو میبینید، این نماد بورس میمونه، مثلا اخابر میشه مخابرات دیگه، یه همچین چیزی. این ETC هم حکم اون نماده تو بورس، ولی برای کریپتوکارنسی. شما نگاه کن اصل داستان توی این 50 تای اول اتفاق میفته، بقیه شوخیه. ببین من ضمانت نباید بکنم که یه کوین رو بکشم بالا، اصلا من اومدم یه گینی بگیرم بزنم بیرون از تمام. پس روی این 50 تای اول باید فوکوس کنیم. حالا نحوه ترکیبش رو در قالب یه ویدیو من تهیه کردم میتونم براتون شیر کنم، فقط دوستان یادآوری کنن. خب ما این بالا دیدیم کلی اطلاعات به ما داده، تو کریپتوکارنسی هم اومده به ما یه سری مثلا رنکینگ ها رو گفته، کوین ها رو گفته. مثلا اگه کوین ها رو فقط بخوایم ببینیم روی این کلیک میکنیم، یا توکن ها رو، گلوبال چارت ها رو بهمون میده، کلی اطلاعات گرافیکی و اینا بهمون میده، در مورد اکسچنج ها به همون میاد اطلاعات میده، حتی مثلا یه سری اکسچنج ها اصلا پروموشن میذارن میتونیم ازشون استفاده کنیم، پورتفولیو آورده درست کرده، پروداکت های مختلفی داره. مثلا میگه که make money learning about crypto، about crypto. میاد میگه شما میتونید با آموزش کریپتو، ببین دیگه اون ایدراپه دیگه به قول معروف دموده شده، یه روش جدیدیه برای بازاریابی. میگه بیا بشین چند دقیقه وقت بذار، متن رو بخون، یه ویدیو رو هم نگاه کن، چند تا سوال هم که میکنم ازت، این زیرم جواب بده، اوکی بود آدرس تو بهم بده، بهت توکن میدم. روش جدیده. و همینطور که میبینید مثلا اگه کسی توی حوزه دنبال شغل هم میگرده میتونه از اینجا استفاده کنه، یه سری ایندیکیتور هم اینجا داره که میتونه از اینا ببینه برای شاخصهاش. یه بای بیت کوین هم داره که مثلا حالا به شما چیز میده دیگه، مثلا شرط ویژه فروش انجام میده. دیفای هم که بزنی، دیسنترالایز فایننس، جاهایی که تامین مالی بر اساس
روش غیر متمرکز انجام میده که بهتون سود میده و عرض شود که میتونید ازش استفاده کنید، پولتون رو ببرین اونجا بذارید. اینها توکن ها و اینا کوین های اون پستر هستن و میتونید روی اینها سرمایه گذاری کنید، چون خود دیفای هم مفهوم جدیدی و قطعا سال 2020 بهترین سال برای اینها بوده که رشد های آنچنانی کردن. ببینید به هر حال رو هر کدوم از اینا بزنین یه سری اطلاعات کاملی در خصوص تاریخچه قیمتیش میده. ما با این سایت کلی کار داریم. من توی یوتیوب یه 5 تا ویدیو مفصل در خصوص این تهیه کردم از ابتدایی که شروع کردم من ویدیو بسازم و کلی اطلاعات ریز و درشت داره. حتی شما اگر مثلا من برگردم به صفحه اصلی در مورد بیت کوین می‌خواید اصلا سورس کد بیت کوین رو بگیرید یا سورس کد اتریوم رو بگیرید، از کجا بگیرم؟ کوین مارکت کپ. میای روی این کلیک می‌کنی، مثلا رو بیت کوین کلیک می‌کنی، اولین الان اینجا نگاه کن 18 میلیون و 595000 تا بی تی سی سیرکولیتد ساپلای، یعنی ماین شده تو چرخ است. منتظرم صفحش باز شه که بهتون بگم که آها ببینید مثلا بهتون اینجا چیز میده که وایت پیپرش رو میده، بلاکچین حالا سایتش رو میده، کامیونیتی های مرتبطش رو میده، سورس کدی که با هم صحبت کردیم و بهتون میداره، روش کلیک کنیم میبینیم سورس کدش. بعد یه سری اطلاعات، یه خورده فکر میکنم کند اینترنت من الان، یه سری اطلاعات به شما میده. و یه چیز جالب دیدین، مثلا شما میرین از یه کتابی رو از یه کتاب فروشی میخرین، بعد بهتون میگه که مثلا اونایی که این کتاب رو خریدن رفتن مثلا این 4 تا کتاب هم دیدن یا اینا رو هم تهیه کردن، میگه شما اینا که بیتو دیدن رفتن سراغ اینا، یه ذره حس میگیری نسبت به موضوع. ببین اینا میاد تو واچ لیست و قرار نیست بخرید و حواستون جمع باشه. خب حالا متاسفانه این باز نکرد که من حالا هیستوریکال دیتا رو بزنم، امیدوارم که یه سری دیتا بیاره. این اطلاعات تاریخیه دیگه، متاسفانه نمیدونم چرا دیگه این سرعت اینترنت هم خیلی اومده پایین که این صفحه رو باز نمیکنه. حالا اگر شما توی تایم مناسب تری بزنید این صفحه باز میشه، ما با این سایت کار داریم، دوباره برمیگردیم پیشش. حالا داره هی میچرخه تا ببینه باز میشه یا نه. خب من برگردم.